طبق روال سالهای گذشته در ماه رمضان عظیم گرده همایی بانوان در بیت مرجال قدر حضرت آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدزلو در شهر مقدس قوم برگزار شد آیت الله شیرازی مدزلو طی سخنرانی در جمع بانوان با اشاره به حدیث سلسلت و زهاب که از امام رضا علیه السلام در نیشابور نقل شده فرمودند هر چیزی منوط به شرایطی است بدین معنا که توحید باید همراه با نبوت باشد و توحید و نبوت نیز باید با شهادت به ولایت ائمه علیهم السلام باشد و نبوت و ولایت از شروط قبول توحید هستند همین گونه سعادتمندی نیاز به شروط آن دارد معظم الله در ادامه فرمودند دو مطلب برای هر کدام از ما حائز اهمیت است که هرچه در آن پیش برویم باز هم نیاز به سعی در این دو مسیر رشد داریم مطلب اول تزکیه نفس است همان گونه که خدای متعال فرموده است قد افلح من زکاها بدین معنا که تنها راه سعادت تزکیه نفس است این عمل منوط به تصمیم راسخ هر کدام از ماست تسکیه نفس یک واجب عینی است و هر کسی باید همانند روزه و نماز بدان پایبند باشد وظیفه دوم همه ما هدایت دیگران است یعنی هر کسی به مقدار توان خود وظیفه دارد دیگران را هدایت کند تا آن فرد به حد اقنا برسد و قانع شود آنگاه خواه بپذیرد و خواه نپذیرد این وظیفه یک واجب کفایی است که در زمان فعلی منفی هول کفایه وجود ندارد و گستردگی معصیت و گمراهی جهانیان گواه بر این مطلب است آیت الله شیرازی تاکید کردند که همگان در برابر سایرین مسئولیم و باید به مقدار توان خود خدا باوری و معاد باوری و امامباوری باوری را تبلیغ کنیم باید تبلیغ به مقداری باشد تا دیگران قانع شوند و این مسئله فرصت بسیار زیادی می طلبد. معظم الله خاطر نشان فرمودند پرداختن به این مسائل در زمان گذشته بسیار دشوار بود اما در زمان فعلی بستر تبلیغ دین به مقداری زیاد گسترده است پس باید از این فرصت استفاده کرد آیت الله شیرازی در پایان به همگان مخصوصا جوانان سفارش فرمودند که این دو امر یعنی تزکیه نفس و هدایت دیگران را از این پس در تمام زندگی خود پیاده کنند و بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.